در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا همان فیراکاپ آزاد ایران 2019، 37 تیم دانش آموزی و دانشجویی ایرانی و خارجی حضور دارند. ربات یک مکانیک اوپن سورس داره و ما روی بخش‌های الکترونیکی و برنامه‌نویسی اون مشغول فعالیت هستیم. ربات‌های پرنده توی قسمت اتونوموس باید از داخل حلقه ها به صورت پردازش تصویر حرکت بکنن، دونه دونه حلقه ها رو رد میکنن. تو این بخش باید یه ربات مسیریابی بسازیم که بتونه مانع ها رو بره و در آخر باید یه مانعی رو برداره و بذاره زمین. تیم های خارجی حاضر در این رقابت ها از 15 کشور از جمله تایوان، روسیه، برزیل، آلمان، استرالیا و چین به ایران آمدند. ربات من 1.34 متر راه رفته و این میتونه مسافت خوبی باشه. حسگرهای این ربات میزان حرکت رو در لحظه محاسبه میکنه. امیدوارم در این رقابت ها برنده بشم. برای سومین باره که به ایران سفر میکنم و امسال رقابت ها متفاوت تر شده و گروه های دانش آموزی و دانشجوی قوی تری حضور دارم و خوشحالم که کشور ایران به عنوان میزبان رقابت های فیراکاپ جهانی 2020 انتخاب شده. گروه های دانشجوی دانش آموزی کشورمان در این دوره از مسابقات رباتیک در دو زمینه حفظ محیط زیست و هوش مصنوعی نیز طرح‌های نوآورانه خود را ارائه کردند. اسم ربات ما ربات انیماتوری که برای احیای دوباره هنر عروسک‌گردانی ساختیمش و ازش میشه در مکانهای تاریخی مثل آرامگاه‌های شاعران، مکانهای عمومی مثل بوستان‌ها و پارک‌ها برای نشاط و سرگرمی ازش استفاده کرد. رقابت‌های هشتمین دوره فیراکاپ آزاد ایران تا 13 اسفند در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه دارد.